خب سلام بچه ها، خوش اومدید به قسمت جدید برنامه گپ و گیم با داش امیر. چطوری داداشم؟ داداشم عشق منی. قرار بود مهمون قسمت بعدیمون پوتک باشه که متاسفانه دیدیم که چه اتفاقی افتاد و واقعا ناراحت کننده بود. حالا جلوتر راجبش حرف میزنیم، ولی دیگه گفتیم یه قسمت گپ و گیم دوتایی با هم بریم که دیگه گفته بودیم شاید مهمون داشته باشیم، شاید هم نداشته باشیم. الان میبینیم که مهمون نداریم، ولی میریم که یه فیفا هیجانی با داش امیر داشته باشیم. ما قبلش اومدیم روسیه رو به نشانه احترام حذف کنیم واقعا تو تیم‌های فیفا، ولی رفتیم تو گوگل سرچ کردیم گفتیم ملیا رو نمیشه حذف کرد، میشد خیلی حال میداد. برو بریم. خب داش امیر، باشگاهی دیگه آره. خب پس من لیورپولو، خب منم وای میستم چیز پاریس سن ژرمن. خب من لیورپولی نیستم ولی عاشق پرسپولیسم. منم پاریسی نیستم ولی عاشق استقلال. خب داش امیر، خب باخت قبلی تو که یادت؟ نه باخت قبلی رو مساوی کردیم. مساوی کردیم آره. نه اون با خشینا بود. خودم باختم آره. باخت آخر که یادت؟ یادم، جاشم هنوز درد میکنه. اینو ببین، این همین خواهد شروع طوفانی باشه. حالا یه سر توپ، ولی این جنگ واقعا چیز زدالی ها. من خودمو میذارم جای اون اوکراین، آدمای تو اوکراین خیلی ناراحت کنند. چیه یعنی چی اصلا؟ تو یهو همینجوری نشستی تو خونت صبح مثلا رفتی سر کار، شبش یهو میبینی یه کشور دیگه به حمله کرده، اصلا یعنی انقدر میتونه مسخره باشه؟ هیچ قانونی هیچ چیزی نداره. بعد حالا من با پوتکم مثلا چت میکنم، حرف میزنم، همیشه حالشو میپرسم. واقعا شرایط خوبی نداره، اونم همینطور. حالا چه اون چه ایرانیای دیگه که تو اوکراین. آره خیلی ها لب مرز گیر کردن. اصلا چرا باید این کارو بکنه یه کشور بدونه؟ مگه به موقع این پوتین و واکسن زده بودن این کارا؟ ولی میگن اوکراین خیلی مثلا مقاومت داره میکنه جلوشون، و سربازا و مردم و همه اومدن چیز شدن که بجنگن. کشور اروپایی آره میگفت داوطلب شدن کلا مردم. حالا کلشون رو دقیق نمیدونم ولی اکثریت آره. حالا خیلی سخته تو پناهگاه موندم. بعد مثلا زندگی تو ول کنی، همه خونه آره، زندگی تو میخوای چیو بذاری باشه چیو ببری، اصلا میفهمی خیلی اینش بده. بعد یه سری چیزا رو روش بدی بره. بله نه شل گرفتم این دست با مثلا تازه دقیقه 9 گفتم. آخه اونم اونو دیدم مصدوم شده فندایکو. نه مثلا این دست خیلی باهات مله اومدم. پیش گل اول دقیقه 9 تازه این بده. یعنی توپی که خط دروازه رد شه قطعا گله. یادی کنیم از آقای جواد خیابانی، اسطوره بیچون و چرای گزارش ادبیات. وای بده بره چت بابا. هیچ نیست گفتم هیچ نیست. خب بزنید دیگه واقعا دیگه. اینو ببین پاریسن جرزن از توی دروازه و حالا به احترام ارتش اوکراین یک احترام نظامی هر میگردیم به بازی. من از این شادی های بعد گو چرا داد اون بر بلد نیستم. منم فقط همین رو بلدم، این مثلث رو میگیری بعد اینکه گل میزنی مثلث خالی رو باید بگیری. آره اینو اون موقع یاد گرفتم که ارتش ترکیه کودتا کرده بود. اون موقع به احترام اونا رفتی پیدا کردم دیگه. الانم به احترام ارتش آقای داور. آقای داور سوتش رو با خوش نهی برده فکر کنم. یک موقعیت عالی. نه نه بعد گل دوم سادیو مانه، بازیکن مسلمونه تیم لیورپول. چرا اصلا بهش نمیاد مسلمون باشه؟ چرا؟ البته سه تا مسلمون دارن، یکیش اینه، یکیش هم که محمد صلاح. سری میرم واسه جوب. آقای دا آقا اخراج من... حداقل ویرگول رو باید اخراج کنه. ویرگول بود چی اسمش؟ اندایت ویرجیل فنگی آپاستروف میشه ویرگول. او پنالتی نشد، خدا رو شکر. خدا رو شاکرم. اینم واسه ما پنالتی داشتن. گلو بین توی دروازه. اینجا واقعا اگه اون گزارشی علی فرد بود میگفت، گفت توی این سریال جوکر موکر و اینا رو میبینی؟ آره.
خیلی این قسمت جدیدش باحاله. وای ببین یوسف تیموریه گرفته رو اون یکی یوسف چیچیه سیادی. خیلی باحاله. ببین کشتش، یعنی ولش هم نمیکنه، بعد با اون ادا در آوردن اون 20 نفر رو حذف کرده. خیلی باحاله. خیلی خوب اداشو در میاره. بعد اینا بس نمی‌کردم انقدر آدم بامزه‌ای باشه. آره تو این برنامه زد بیرون یهو. خیلی خوب ادای اون یوسف صیادی رو در میاره. دلم واسش میسوزه بیچاره. یه جایی نمیتونه بکنه. خودش هم صورتش واقعا کمدیه یوسف صیادی. اصلا یه دیگه یکیشون یه خاطره لوس ظریف یاد بعد یوسف تیمونی یهو برگشت همه نگاه کرد گفت آخر خاطره بخواد اینکه با نمک بشه قیافه آقای صیادی رو نگاه کنید. آره وای اونجاش خیلی عالی. ببینیم برای گل بعدی. آقای دوبر اوف اوف چه پاسی، چه خاصی لایی بندازی. آره دروازه‌بان نواز بازی کنه یه کاری کرد نزدیک بود حرفای منشوری بزنه. این قضیه سربازی این چیزا رو فهمیدی؟ بازی کنه استقلال دیدم یه چیزی تو اینترنت نوشته که بعد برن سربازی نیست که مشمولن بعد یکیشون تیم ملی دعوت میشه چهار ماه دیگه هم جام جهانیه. بعد چون الان چیز شده تیما نیم فصل تموم شده تیما رو بستن لیگ برتر بسته تیمشو فجر سپاسی ملوان هم تو لیگ یک بسته بعد برن لیگ دو بازی کنن. اینا جز تیمایی که سربازی حساب میشن. تراکتور مگه تراکتور هم بود؟ تراکتور بود دیگه خصوصی شد دیگه وقت اون کلاور چیز زنوزی آورده بودن. آره چه اینه بودم ویل کرده. آره بیچارا، یعنی الان با اون سطح فوتبال بعد برن مثلا اونجا بازی کنن. آره دیگه همینش الان براشون زور داره. بعد غیبت هم براشون رد شده، جریمه تو جریمه. فکر کنم لج کردم باهاشون یه جورایی. ببین لج چیزه باشگاه استقلال و نظام وظیفه کل کلشون شده. چرا بازی زورش میرسه. آره استقلال هم گفته ما کاراتونو میکنیم، نکرده واسه این بنده خدا. بعد اون وقت این بدبخت ها الان دارن میرن، یعنی الان تو با استقلال هم... مثل چیزی چند سال پیش امیدالی شو و احمد نوراللهی هم پرسپولیس بودن فرستادنشون تراکتور، بعد محروم شدن سر یه داستانی 6 ماه نتونستن بازی کنن. فوتبال یارو تموم میشه و اونا باز البته سنشون اون موقع کمتر بود. جفتشون تو تیم ملی دعوت بودن؟ نه سیاوش یزدانی فقط. استقلالی ها اکثرشون تو تیم ملی هن دیگه، نمیدونم میدونی یا نه. البته این آخرین بازی که تیم ملی در سعود کرد تیم ملی عراق هم پرسپولیسی داشت و شار رزم بود، ولی تو برسود تیم ملی ایرانی استقلال. اینو دیدم خدایی خیلی جا که بانه بکی کل کل استقلال پرسپولیس خیلی نمکه، یعنی جوکاشو من خیلی دوست دارم، حالا چه به نفع تیم اون باشه چه به ضرر، ولی باحاله چون چیز هم هست دیگه. یکی 80% سرگرمی مردم هم فقط همین دو تا تیم. و حالا فقط هم پسرها اینسان، دخترهای فوتبالی هم من خیلی دیدم. آره الان هم اطلاعات دارن و دقیقا، ولی تو اطلاعات فوتبالیت خدایی خیلی خوبه، ازش استفاده های بهینه بکن. یعنی واقعا امیر اندازه یه فردوسی پور بیشتر اطلاعات داره فوتبال. الان هر کی بپرسی کجاست و چیکار میکنه، حالا فیفاش خوب نیست ولی کلن نمیشی بکنیم. آره فیفایی چیزی نیست ولی تهوریم خوب عملیم ضعیف، ولی الان برمیگردم به بازیه. اون بچه مسلمان ها باید یه دعایی یه چیزی بکنن بالاخره. اونا رو علکی نذاشتن تو زمین نماز روزه همه چیشون سر تایم این بوده، همین مسلمان بود گرفتمش. این یه خورده چیزه فکر کنم روی مذهبیش نکنم. آره تو حاشیه نبری. آره خلاصه بعد میره خدمت دیگه، من نمیدونم هول شدم هول شدم. ببین دیدی سبزم پوشیده بود استتار کرده بود. وای گل بعدی رو چرا نمیدون اون چرا اونجا وایساده؟ موقعیت شیرازی تیمم اصلا پاشید. اوه اوه بعد از این به بعد به جای اینکه گل به گل زدن فکر کنم به گل نخوردن فکر کنم، نفهمیدم چی شد. ای بابا یکی دیگه از مسلمانای تیم اینجا با عربستان مگه تو زمینی؟ چرا همه مسلمونه؟ اوه اوه زدم یورو لچکشو گرفتم تو مشتمه بازی کنه کجا؟ آقا اصلا تو مشتم نبود، هم قشنگ بود هم زیبا خداییش. خیلی خوب ببینید واقعا یه گل آکروباتیک. اوه قیچی ریز و توره دروازه اوکی خوب اومدی خوب اومدی با اختلاف یه گل
اینکه بازی 9 5 تا 45 تا هر 5 دقیقه یه گل آماره، یعنی هر 31 ثانیه هر 1850 صدام. خب دیگه بازی واقعی رو میخوام بهت نشون بدم. من نیمه آقا این چقدر تومی دوه محمد دیگه، محمد خود محمد صلاح، اینم نیماره. نیمار من وای بله آلیسون بکر امروز برنامه چقدر مسخره. نیمار من بله ای خدا، اینو ببین بعد اینو ببین. اومدم گول نخورم ولی خوردم با سالاد و ماست گوجه و سالاد همه چی اضافه نون دونونه خیلی بالو دونونه هنوز میخوره کسی بنیف نمیدونم خیلی وقت ندیدم دونون تو مدرسه ها که بو مد بود اصلا آره دونون مدرسه های ما که روک مد بود دونون بزن دونون بزن مزه ساندویچ کم میشد آخه من بعضی موقع جدی خودم گشنم بود دونون میزنم ولی من یه گل زیبا و باز هم احترام ارتش اوکراین. حالا چیز کرده همه تحریم محریم هم انداختن روشون بعد جوری حالا داغ حالیش نیست آفه هنوز خب آخه یه روزه که تأثیر نمیذاره آره دیگه آره داغ حالیش نیست چون امروز کانادا هم نوشته بود که نفتم دیگه نمیگیره روسیه. البته اینا خودشون هم به مشکل میخورن چون روسیه خب خیلی چیز به خاطر اینکه دریای خزر هم خیلی روش احاطه داره دیگه آره no. منابع چیزش قویه آره دیگه قیمت ها میکشه بالا تو بازار جهانی همه فشار آخر رو مردمه دیگه آخه ببینی سیاست مداره که آقا هیچی به هیچی پولشو داره دیگه میشه اون هست. بدون پول بمونه یا گشنه بمونه یا بدون جا بمونه. اما اول جنگ برگشته بود به اون رئیس جمهور اوکراین گفته بود آمریکا بیا خارجت کنیم از اوکراین. آقا اون مگه رنگ خونش چرنگیه که اون میتونه خارج بشه؟ به سپور نمیگه آقا بیا تو رو خارج کن. آره دیگه والا حالا یارو آدم خفنی بود موند و فلان و اینا ولی میگم در نهایت دوستا اونا که اتفاقی نمیافته نه دیگه مردم همش یه جای چیز قشنگ نمیشه بگونش بود سران مملکتو که با هم مشکل دارن ما هم دوئل کنن. آره دیگه آقا اگه... به بقیه چه ربطی چی داره؟ داری؟ دو تایی برید بیابون بزنید هم دیگه رو بکشید یکیتون برگرد. آره اگه راست میگی عمرن اگه این کارو بکنن. یا من خدایی همیشه فکر میکنم به این قضیه که چرا ورزشیش نمیکنن جنگو بگن آقا دو تا تیم‌ها بیان با هم بازی بکنن مثلا دو تا کشور با هم آره ببریشون که بهتره اصلا تو 5 تا زمینه دو تا مشکل مثلا دو تا کشور با هم مشکل دارن میگه آقا اگه ای شت اگه 5 دست با هم بازی میکنیم سر این 5 تا تبصره میدونی چی بهت میگم داورش هم یا آدم مثلا چیز باشه آخه الانم تمام این ورزش روسیه رو دارن محروم میکنن فوتبال موتبال نمیدونم مسابقاتی که قرار بوده تو روسیه برگزار شه این کار درستی میکنن ولی تاثیر ولی خب اون ورزش داره چه گناهی داره؟ شاید داره. اون خودش سول طلبه این همه سال مثلا تلاش کرده طرف مثلا دو میدانی فلان کشتی فوتبال همه چی و الان به خاطر دو یه سیاست اشتباه یا یه تصمیمی که یکی میخواد بگیره باید همه مردم زندگیشون واقعا نابود بشه. یعنی چی اصلا مچ بندازیم بریم با هم مچ بندازیم آقا الان که دیگه نباید جنگی بشه که اینجوری موشک بریزی و اصلا هر کی دوتا قول چیز بکن آقا این دوتا با هم مچ بندازن واقعا بهت میگم آقا چرا باید این همه آدم فوتبال دستی بازی بمیرن خونه واقعا من واقعا میگه رقابتش کنید دیگه آقا تو برو رو ورزشت کار بکن ورزش اگه چیز بود بیاین با هم مسابقه بدیم فقط به خاطر فروش اسلحه نمیدونم همه کار میکنن آجی آره دیگه میگن چیزم هرندش دیگه بزرگتر آره دیگه آخه میدونی اینا تاریخ مصرفاش هم یه جوری باید باشه بالاخره یه جایی باید یه سریش هم بدن بره دیگه مصرف شه اگر نه باید ببرن منهدمش کنن یعنی حالا که به جایی که یه جا داریم حلکی ولشون کنیم بریم یه جا رو بگیریم کشورگشایی بابا دیگه مگه زمان شاغولوس میرزا نمیدونستم کدوم تاریخ خب اگه که حالا بعد نباشه مگه واسه اون نظاره مثلا نباید این کارو کردی بعد آره. الان دیدی تایوان چیز چین هم اومده جنگنده فرستاده رو تایوان دیگه همه میخوان یکی رو آره حالا یکی داره بگیره مستعمره خودش بکنه بعد ناتو اوکراین اصلا مشکلی بوده که اگه تو ناتو رفته بود الان همه چی حل بود روسیه هم مشکلش ناتو نداره آره روسیه هم مشکلش اینه که این میخواد بره تو ناتو چون میگه آقا ناتو میاد بغل مرز من مثلا موشک میسازه فلان میکنه بیسار میکنه تجهیزات میذاره آقا دیگه حالا یه کشوری دوست داره بره تو ناتو حالا دیگه همسایه تو هم هست مثلا اینکه آقا همسایه خونت واقعا مثلا کاری بکنه
به تو ربطی نداره، اونا به همسایه کشورت ها تصمیمش با خودش و تو نیست. سیمسون ها هم که هرچی میشه پیش بینی میکنن، یعنی من صبح دستشویی برم مثلا پوتین، سیمسون ها پیش بینی میکنن. خیلی عجیبه اونم. اون حالا یه چیز جالب داره راجبش، من یعنی چنین چیزی فکر میکنم که اینا به ماشین زمان دست یافتن. جدی بهت میگم، میرن آینده، آینده رو میبینن میان میسازن. آفرین، میان میسازن. آره دیگه نمیشه این همه دیگه به درست بگی که نوستراداموس توی در هشت چیپ بوده، ولی ایشالا واقعا این جنگه تموم شد، زندگی ها برگرده حالت عادی. من واقعا هم نگران ایرانی های اونجا، هم نگران پوتک، هم نگران خود آدم های عادی. ولی خب هموطن میدونی یه حسه دیگه داره، رفیقم بیشتر دیگه، خودتو میذاری جای رفیقت، میگی آقا اون داره چی میکشه الان. بعد امروز هم دیدم یه دونه واسه یوتیوبش گذاشته و اینا، زده جایی هم نمیتونه بره. بنده خدا گیر کرده. آره گیر کرده، همین جنگ نامردیه دیگه. بعد بعد یه دونه تو یوتیوبش یه رفیقش اومده بود روزی که این بیچاره رسیده اوکراین جنگ شده، میگفت این آوردش جلو دوربین، آره یارو خودش هم میگفت، میگفت این پاشو نشون میدم، میگفت این پا قدم من. تا کرونا اومد یه ذره جمع و جور شه، یه خورده اوکیش کنن، نفسی بکشه دنیا، یهو این جنگو شروع کرد. 2022 بخشید البته اختیار دارم، نمیتونم نگم. 2022 سال چیزه، سال بعدیه حاجی، اصلا رقمش هم رونده. بعد جنگم دیدی حدودا 2022 شروع شد. اوه یعنی همش دو بود، دو بود. یه داستانی داره داداش، این الکی که نیست آقا، این نباید انقدر سرعت داشته باشه. وای روک زدم زیرش، وای فاقا گول میشد. واقعا بازی کنم غیرت و بیرون زمین در آوردن. سو تو بزن داور، به خدا نمیذارم گول بزنی، خدا وکیلی نمیذارم. وای بابا بکو، وای بله سو تو میزنی داور. اول بیا، این که هیچ، این صحنه هاست که میمونه. میخوام بهت بگم داشتم این برگشت حساب باختم، بودن من واقعا کار هر کسی بود، ولی بازم پایا پای بود، ولی اخلاقو نباختی. نباختی، این همیشه خوبه. من تو بازی و هر کدوم ببازیم اخلاقو نمیبازیم. جنبه باخت داریم، داریم روحیه بردم داریم، داریم. کاش خدایی زودتر پوتی بیاد بیرون، بتونیم ما هم برنامه بگیریم. خدایی اصلا حیف شد تا اومدیم بگیریم، یعنی قرار بود این قسمتی که الان داریم میگیریم ما با پوتک بگیریم، ولی متاسفانه این اتفاق افتاد. امیدواریم زودتر حل بشه مشکل و برگردن همه مردم به زندگی عادی شون. دمتون هم گرم تا اینجا با ما بودین. تا شمی مرسی باختی، قربونه عشق منی. خب بچه ها سابسکرایب، فالو و زنگوله و دیگه لایک و اینا همه یادتون باشه. مرسی، میبینیمتون زود با برنامه‌های خفن جدید و در ضمن گنگ چالش که قسمت بعدیشو میخوایم فینالشو به زودی ضبط بکنیم. خدافظ خدافظ.